یک نظر بر یار کردم. یار نالیدن گرفت، یک نظر بر ابر کردم، ابر باریدن گرفت. یک نظر بر باد کردم، باد رقصیدن گرفت. یک نظر بر کوه کردم، کوه لرزیدن گرفت. تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقش نشینم. آن که یار از من گرفت، خاک بر فرقش نشینم. آن که یار از من گرفت. رنگ زردم را ببین، برگ خزان را یاد کن. رنگ زردم را ببین، برگ خزان را یاد کن. با بزرگان کم نشین، افتادگان را یاد کن. مرغ صیاد تو هم افتاده هم در دامش، یا به کش یا دانه ده، یا از قفس آزاد کن. از قفس آزاد کن، یا به کش یا دانه ده، یا از قفس آزاد کن. از قفس آزاد کن. ابر اگر از قبله خیزد، سخت باران می شود. شاه اگر عادل نباشد، ملک ویران می شود. یک نصیحت با تو دارم، تو به کس ظاهر مکن. یک نصیحت با تو دارم، تو به کس ظاهر مکن. خانه یه نزدیک دریا، زود ویران می شود. زود ویران می شود. خانه یه
نزدیک دریا زود ویران می شود، زود ویران می شود. یار من آهنگر است و دمز خوبان میزنه، یار من آهنگر است و دمز خوبان میزنه، دم به دم آتش به جان مستمندان میزنه، طاقت هجران ندارد قلب پاکش نازک است، گه به آب و گه به آتش، گه به سندان میزند دل به سندان میزند، گه به آب و گه به آتش، گه به سندان میزند دل به سندان میزند، دل به سندان میزند، دل به سندان میزند، دل به سندان میزند، دل به سندان میزند. تشکر، تشکر. آقای گودرزی، من حس میکنم، احساس میشود که انشالله که این سرود شما، این بخش هنری شما در خاطره بیننده های ما الکی نقش گذاشت. امیدوارم همینطور باشه. نقش گذاشت و اون اسباب که آوردید با خود، دوتار، دوتار خراسانی که با خود آوردید که همدم ناله میکرد ناله میکرد و دعا میکرد که خاک بر فرقش نشیند اون که از اون که یار از من گرفت و بگذار هر کی بر کسی قصدی ناخوبی ها میکند بگذار این دعا بگیرد و را و اصلا که این ژانری که شما در ما ژانر میگویند، در ما ژانر موسیقی میگویند و این ژانری که شما در اون سرود خوندید، پیشکش کردید، فکر میکنم ژانر فلکی است که در ما فلک میگویند، در شما چگونه میگویند؟ هنوز اون چیزی که به عنوان ژانر موسیقی ملی از اون یاد میشه موسیقی دستگاهی ایران است، که اگر بخوایم به نمونه هایی از اشخاصی من اشاره کنم که اگر مردم تاجیکستان با آواز اونها آشنا باشند میتونن اینا رو تمیز بدن از هم که موسیقی دستگاهی منظور چیه. یکی از شخصیت های بسیار تاثیرگذار و بارز در زمینه موسیقی دستگاهی ایران استاد محمدرضا شجریان بودن. بله بله. یعنی سبک و شیوه استاد محمدرضا شجریان گونه ای از موسیقی دستگاهی ایرانی. بیننده های ما ایشان رو خیلی خوب در خاطر دارن و ایشان آمده بودن به کشور ما، بله، یک کنسرت خوبم پیشکش کرده بودن. اما این نوع از موسیقی که من امروز کار میکنم، به ما در ایران به این میگه موسیقی مقامی. مقامی، بله. بله. که شما در اینجا به عنوان موسیقی فلک از این یاد. بله، بله. در واقع این چیزی که من در حال حاضر اجرا کردم برای شما یکی از مقام های موسیقی شمال خراسان بود. این مقام اسمش بود شاه خطایی، که با شعری از سبز پری من این رو در واقع تقدیم بینندگان عزیز. بله. چی یک پیوستگی و یک عمومیت دریافته در همین دو، یک هنری که با دو عنوان نام گرفته می شود، یکی مقام در شما و در ما فلک، چی عمومیت دیدید؟ یک شکلی دیدید؟ همرنگی دیدید؟ اگر همرنگی نبود قطعا این اتفاق نمی افتاد و ما امروز با هم کار نمی کردیم. بله. در نهایت حالا ما از اسامی و عناوین که بگذاریم، اون چیزی که مقصد منه همون چیز مقصد استاد دولتمندم هست. بله. و همون چیز خواسته و مقصد بسیاری از موزیسین های دیگه هم هست. بله. همه ما یک هدف واحد داریم. هنرمند درد داره. بله. از ابزاری، اسبابی که در واقع در موسیقی شناخته شده است استفاده میکنه برای بیان اون احساسات، برای اون دردها، برای اون بغضها، برای شادیها. همش درد نیست، شادیها هم داریم ما در خراسان. همین اسباب رو استادان من که حالا من توضیح بدم بعد از این صحبت اولم، در مراسم عروسی اجرا میکنن. عروسی در خراسان حتی در همین امروز که تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، سازهای الکترونیک اومده، من. کیبورد و ارگ و اینجور چیزها استفاده میشه، ولی در بسیاری از مناطق خراسان هستن بعد از در مراسم توی یا عروسی، بعد از اینکه رقص و پایکوبی تمام شد و
ریش سفید ها و موسفید ها میشینن در کنجی جمعی میشن با هم در یک فضای نسبتاً به کلام بزمی حکمتانه آغاز میشود. بعد اونجا بخشی ها که حالا من میگم بخشی ها به چه کسانی گفته میشه میشینند و دوتار دست میگیرن تا پاسی از شب تا 4 ساعت 5 ساعت فقط اجرا میکنن موسیقی و آواز میکنن و شاهدین در مو هم آره گوش میکنن بهم. در مو هم مفهوم بخشی هست شما هم بخشی دارید استفاده میشد ولی یک معنی یک مفهوم علاقه گذشته است. خب حالا من بگم در ایران معنی بخشی یعنی چی؟ خب مرحبا. بخشی فقط به کسانی گفته میشوند در منطقه شمال خراسان که موسپیت ها معتقدند بخشی کسی است که خداوند به او بخششی کرده، موهبتی از طرف خداوند بر او شده، خیلی عجیب، آواز خوش به او داده، توان دست و پنجه داده که بتونه ساز بزنه، با اسبابش کار کنه، هنر داده است به او. بله، حس خوب داده. بله. از همه مهمتر معرفت داده. یعنی اگر کسی اون معرفت رو لازم نداشته باشه اون بخشی گفته نمیشه، اونو میگن نوازنده. بله. یا سراینده و سراینده باشه و بتواند داستان بگوید، داستان نقل کند، نقالی کند، بر اساس اون داستان شعر بسراید، با آواز خوش این رو بخوند و بتواند مخاطب خودش رو جذب کند. یعنی نه هر کسی که سرود خونده میتواند یا نواخته نوازندگی میتواند. بله. بخشی بوده نمیتواند. نخیر. بله. یعنی اینم استعداد خداوند است و یک توجه خداوند. بله. و اون شخص به معرفت رسیده. بله. به کمالاتی دست یافته. بله. در زندگی در سالیان سال ریاضت کشیدن و تحمل بسیار سختی ها و درد ها، بعدن دیگران او رو بخشی خطاب میکنن. اون خودش نمیگه من بخشی هستم. بله. یک عنوان است از جانب مردم. با بله از جانب مردم. بله. خب آقای گودرزی ما از شما سوری تشکر میکنیم از اون که وقت به ما کمی محدود است، برای ما کمی محدود جدا شد. بخش های دیگری برنامه ما امروز در پیش هستم. خیلی خوشحال بودم که امروز فرصتی دست داد در خدمت شما بودم، با شما آشنا شدم، همچنین با بینندگان محترمتون. امیدوارم که همیشه تندرست و سالم باشی. خرسند شما سلامت باشید و فکر میکنم بیننده های ما هم میخواهند اطلاعی داشته باشند از اون باره، از اون خصوص که کنسرت های شما در کجا برگزار میشوند و کی برگزار میشوند، تا که بیان شرکت کنند و از بحر هنر شما بهره بردارند. امیدوارم که اولین کنسرتی که در تاجیکستان داشته باشیم به اتفاق استاد دولتمند و آنسامبل ایشون در 10 اکتبر در جشن فلک باشه انشالله. خیلی خوب. زنده باشید. تشکر. و بیننده های عزیز خدا نگهدار. برنامه پیوند ادامه دارد. ما رو همراهی کنید.